سلام، خیلی خوش آمدید. باشم امروز ما وقت کافی بهتون میدیم. ممنون میشم. خیلی خانم سرچاتی لطف دارین. خیلی سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، هموطنان خوبم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگاری خوشی داشته باشین و از اینکه بیننده این قسمت از برنامه هستین خیلی ممنونم. در خدمتتون هستم با آموزش نقاشی روی پارچه شاخه باتیک. کاری که از دو هفته پیش تقریبا نیمه کار ماند، یکم فشرده کار شد جلسه قبلمون. حالا قراره که این بار یه مقداری تکمیل‌تر کار بکنیم. بله، جلسه قبل گفتیم که باید حتما نقشه روی پارچه ابریشم کشیده بشه، حالا یا به طریق مداد یا اینکه نقشه رو زیر پارچه ابریشم میذاریم و دورگیری میکنیم توسط دورگیرهای مخصوص پارچه ابریشم. من یک بار دیگه این کار رو سریع برای شما انجام میدم. دورگیری که من دارم از نوعی هست که سریع اون جداگونه روی اون نصب میشه، شبیه سریع مداد اتود میمونه. نقش قبلا کار شده، یه مقداری باید سریع کار کرد، همینطور یک نواخت فشار دادیم تیوپا تا کاملا یک نواخت خطا کشیده بشه. این مال دورگیریش بود که جلسه قبلم این رو من توضیحشو دادم. این خطا حتما باید خشک بشه و بعد شروع به رنگ آمیزی میشه. قسمت خشک شده اون کار میشه الان برای شما. رنگ آمیزی اون یه مقدار باید قلمو رو خیس کرد، آب اضافه قلمو گرفته میشه. خب ببینین، باید کاملا گلبرگ خیس بشه. وقتی که خیس شد، از رنگی که قراره این گل همون رنگ بشه انتخاب میکنیم، فرزن زنبق بنفشه. یه مقداری رنگ بنفش رو حرکت میدیم داخل گلبرگ. باید مواظب باشیم روی خطوط کشیده نشه و الا رنگ جذب خارج از گلبرگ میشه. همینطور اگه خط رو خیس بکنیم باعث میشه که رنگ بازم به خارج حرکت پیدا بکنه. رنگ یه مقدار باید خودش حرکت داشته باشه. به این ترتیب باز من قلم رو اضافه رنگش رو میگیرم، کمکش میکنم تا رنگ کاملا پخش گلبرگ بشه. احیانا اگه خواستین که این گلبرگ تیره تر باشه، باید اجازه بدین خشک بشه و مجدد همین کار رو تکرار بکنیم. خب این بار قراره که ما برای شما تکنیک نمک رو انجام بدیم. تا اینجا تمام چیزایی که گفتیم مربوط به جلسه قبل بود خانم سجادی. این بار ما میخوایم تکنیک نمک رو انجام بدیم. مجدداً این همون کار قبلی. زمینه کار خیس میشه. اینجا الان برگایی که من کار کردم تماما از تکنیک نمک استفاده شده. کاملا برگ خیس میشه و از رنگ یه مقدار رنگ زرد و بعدش از رنگ سبز استفاده میشه. رنگ ها همونطور که گفته شد قبلا، رنگ های سیلک هستن، رنگ های رقیقی هستن که توی بازار فراونه، مارک های مختلف داره. ممکنه هم که از رنگ های سنتی استفاده بشه که یه بحث جداگونه داره. یه مقدار رنگ زرد رو من میزنم، باز یه مقدار رنگ سبز در کنار اون. سعی میکنم که رنگ ها کاملا داخل هم روندگی پیدا کنه. البته اگه یه مقدار حوصله داشته باشین، رنگ ها به ترتیب جذب هم میشه و یه ترامه رنگی مناسبی ایجاد میکنه. منتها حالا چون که ما یه مقدار وقت کم داریم، من یه مقدار اونو کمکش میکنم. در اون برگ های آماده به کدوم شکل در میاد؟ این توضیحی که شما دادین؟ آها، برگ بله. کناریش. برگ کناری. در نمای بسته فکر میکنم کاملا مشخص باشه. بله. تکنیک زیباییه که من روی کار دیگه هم انجام دادم که به وقتش اون رو نشون میدم. الان معذرت میخوام خانم امیران، الان این برگی که شما تازه کار کردید و در نهایت به این شکل در میاد، درسته؟ دقیقا همینجوره. خب حالا از نمک درشت استفاده میکنید، روی برگ میریزیم. پس واقعا از نمک استفاده میکنیم؟ البته اینا نمک مخصوصه خانم سجادی، اما از نمک درشت یا نمک سنگی که معروف هست به نمک سنگ هم میشه استفاده کرد. تا
تجربه کردیم و خیلی هم خوب جواب داده. یعنی اون نمک های سنگی که قبلا ما در بزرگامون میشستن میکوبیدن و در مصارف خوراکی ازش استفاده میکنن، میتونیم از اونم استفاده بکنیم. اگر اون رو پیدا نکردیم، اینو از کجا تهیه کنیم؟ اینا نمک هایی که مخصوصه کسی که رنگ های سیلک داشته باشن مطمئنن این نمک رو هم دارن، نمک مخصوص کار سیلک هست. بسیار. اینا رو با سر قلمو جا به جا میکنیم هر جایی که خواستیم و یه مقدار فرصت میدیم تا کاملا رنگ هایی که اطراف جذب نمک ها بشه و یه کاری شبیه این قسمت در بیاد. کار بعدی که من میخواستم آموزش بدم قبل از این عرض کنم که ما این مطالبی که در بخش هنری ویژه به شما ارائه کردیم یک مقدمه میتونه باشه در یک تزیین ماندگار مثل سفره هفت سین که میدونم خانم های ایرانی با دقت ویژه اون رو برنامه ریزی میکنند و طراحی میکنند و اجرا میکنند. از همین الان از همه شما تقاضا میکنیم که در آستانه نوروز که قرار گرفتیم، فکر میکنم فرصت چند روزه، حدود 63 روز مونده، در ارتباط با انواع اقسام شیرینی های نوروزی و همینطور چیدمان و تزیین سفره هفت سین با شکل‌ها و شمایل‌های مختلف ما ایمیل بزنید، درخواست بدید، پیشنهاد بکنید، سعی می‌کنیم برنامه‌ریزی بکنیم در هفته‌های آتی حتماً اون رو اجرا بکنیم. تا یادم نرفته این رو هم بگم که خانم اسفندیاری عزیز که با اون سبز آرایی‌های بسیار هنرمندانه و حرفه‌ایشون که از شهر اصفهان مهمان برنامه خانه مهر یا بهتر بگم خانه ما در سال‌های قبل بودن، خاله خانم امیریان عزیز هستن. ما از همینجا بهشون سلام می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که حتما خانم امیریان از هفتادتی ایشون رو حتما با خودتون بیارید. ویژه سبز آرایی عید رو هم ما از ایشون یاد بگیریم و از تجربیات ارزشمندشون بهره مند بشیم. و اما این بله، الان کاری که روی این ظرف چینی انجام شده یه قسمت از نقشه همین زنبقه. با همون روشی که البته توی این قسمت کار شده کار نمیشه. ممتاز. بله. خوبه؟ بله. بله. ممتاز. از نقشه همون استفاده شده، رنگ ها متفاوته که اگه فرصت بشه من میخوام اینم سریع کار خیلی کنم. خیلی کوتاه اگر باشه. بله. ممنون میشم خانم امیریان. بله. رنگ ها رنگ های سرامیک هست. نقشه قبلا کشیده شده، نقشه خیلی راحت توسط کاربن انتقال داده میشه. یه مقدار من اون رو با ماژیک رنگ ها رو یه خطوط یه مقداری واضح تر کردم و الانه میخوام سریع اون رو برای شما کار کنم. الان ببینید خانم سجادی داره رنگ ها جذب نمک ها میشه. من اجازه دارم یه چند تاشو بزنم بله. کنار اصلا بردارم که دوستان ببینن تفاوتش رو، درسته؟ بله، یه مقدار بازم فرصت میخواد خانم سجادی. خب این کاری که روی بشقاب میخواید انجام بدید میتونه پایه تزیین سفره هفت سین هم باشه. بله. که میخوام مثلا اقلام هفت سین رو روش بذارن. بله، سفره هفت سینی که در آینده میارین تلفیقی از کاری که تا حالا آموزش داده شده. درسته. یه مقدار رنگ سبز رو من با زرد مخلوط میکنم برای برگ‌ها و رنگ قرمز و آبی رو هم مخلوط میکنم برای رنگ بنفش. چون رنگ بنفش رنگ تلفیقیه، رنگ آبی و قرمز جنسش رنگ های سرامیک هست. این رنگ ها باید حتما، البته باید عزیزان توجه کنم ببینن که روی خود بروشور رنگ چی نوشته شده. رنگی که من برای شما انتخاب کردم رنگی هست که باید حتما داخل فر بره و پخته بشه به مدت 30 دقیقه و با حرارت 170 درجه. یه مقدار رنگ قرمز و آبی رو تلفیق با هم دیگه مخلوط میکنم. رنگ بنفشیک رنگ تلفیقیه، با آب حتما باید مخلوط بشه چون بیس آب هست این رنگ. البته بعضی از رنگ های سرامیک هم بیس آب نیستن و بیس تینر هستن، باید دقت کنن خانم سجادی. بهتر نیست بگیم پایه؟ دقیقا. خانم فارسی رو پاس بداریم. حتما همینجوره. خب الان من از رنگ بنفش یه مقدار آب مخلوط اون کردم و استفاده میکنم برای من اینجا رو نمک ها رو میخوام تکون ندم. نقشه قبلا کشیده شده و حرکت قلم شروع میشه از سمت پایین به سمت بالا. من قول میدم که این رنگ ها اصلا خراب نکنه این رومیزی زیبای شما رو و دوستان کار آماده شده رو هم در نهایت در کنار ببینن. بله، یه مقدار تجربه میخواد خانم سجادی این کار.
و کار با این رنگ ها درسته. یعنی یه مقدار که هوا خورد باید یک بار دیگه این رنگ آمیزی تکرار بشه. بسیاره. دوست عزیز از سوئد که اسمشون رو نگفتن و همینطور مستوری عزیز که باز نگفتن از کجا خواستن که کار با مهرهایی که شما آموزش دادید حلقه تزئینی روی در یا بله. گل سینه یا گل سر رو آموزش بدید. خانم امیر انشاءالله در فرصت های آینده حتما بسیار. در خدمت عزیزان هست. خب پس این به همین شکل کار میشه دیگه و بعد دورگیری میشه درسته؟ بله این بله. آماده کار رو هم اگر همکاران نشون بدم ممنون میشم و یک بار دیگه دمای فر و مدت پختش رو هم بفرمایید. مدت 30 دقیقه و 170 درجه فارنهایت. خب من یه مقدارم دورگیری این کار رو انجام میدم، یه فرصت دیگه میخواد که کار بسیار. کامل شده رو حتما ما در نشونه. پایان حتما بهتون سر میزنیم و نکات پایان رو ازتون میپرسیم. بشقابی که قرار بود رنگش کار بشه کار شده، تمام شد، دورگیری شد. البته باید دقت کنید که این دورگیر باید حتما دورگیر مخصوص ظروف باشه. اگه که این جنس با اون جنس ناهماهنگ بود حتما این باید اول توی فر بره درآورده بشه، بعد با دورگیر ظروفی که از جنس دیگه هست دور اون کار بشه. کار نمکمونم خوش شده خانم سجاده، الان مشخصه نمک ها رو من عقب میزنم و کاملا مشخصه که جای نمک ها معلومه. کار دیگه ای که من قبلا برای عزیزان آماده کردم این کار هست که قبلا آماده شده. بله بسیار. و یه کوسن میشه چه برای کوسن، شال، بله. روسری، کار زیبا و قشنگ.